خب تو این ویدیو بعد از اینکه فرمول و مثال ها رو درس دادم، یه مقدار اصطلاحات ترکی هم اضافه کردم بهش و در آخر ویدیو اگر همراه باشید یکی دو تا ضرب المثل ترکی هم مربوط به همین قاعده براتون گذاشتم. تا آخر ویدیو همراه باشید. این ویدیو رو تا آخر اگه گوش بکنید شاید احتیاجی هم به یادداشت نباشه یا و یا تکرار یادداشتاتون شاید احتیاجی بهش نمونه، ولی خوب توضیح دادم اینو، یعنی قشنگ شد. اوکی، خب ریشه فعل رو داریم به اضافه پسوند ان و آن، و اگر ریشه فعلمون به حرف صدادار ختم شد چیکار میکنیم؟ یه دونه یه میاریم که این حرف صدادار با اون حرف صدادار چیه؟ کنار هم نیان و تلفظشون راحت تر بشه. اسم فاعل اسمیه که مثلا چی میگیم؟ میگیم کننده کاره. مثلا وقتی میشنوه میگیم شنونده است، وقتی میبینه میگیم بیننده است. اینجوری وقتی این فرمول رو داریم میشه چی؟ یعنی کسی که اون فعل رو داره انجام میده. مثال زدم، مثل شنونده، بیننده، گوینده، نویسنده، اینجوری. خب حالا بریم مثال ها رو. اینجوری میشه، مثلا فعل گل به اضافه ان میشه گلن، گلن. این رو با حرف با صدای ا تلفظ میکنیم، دیگری رو با صدای آ تلفظ میکنیم. این میشه گلن، یعنی کسی که میاد و یا آینده. مثلا میگیم گلن هفته، یعنی چی؟ یعنی هفته آینده. گلن کیشی، شخصی که میاد. بیل میشه بیلن، کسی که داننده است، کسی که میداند. سو میشه سون، یعنی کسی که دوست میدارد، کسی که عاشقه و یا کسی که از یه چیزی خوشش میاد. گر میشه گرن، یعنی کسی که میبینه، بیننده هستش. خب اینجا دقت بکنید، این حروف صدا داره اینجا هستش، البته او هم هستش، ولی خب مثال نزدم، خودتون میدونین کدوم ها هستن. ای ای او او اینها به اضافه این پسوند میشن و به این شکل فعلمون شکل میگیره. خب بریم سراغ فعلایی که با صدای خلفت همراهن. یاپ میشه یاپان، یعنی کسی که انجام میده، کننده کار. دوی به اضافه دویان، یعنی کسی که میشنوه. اتور میشه اتوران، یعنی کسی که مینشیند. کال به اضافه کالان، یعنی کسی و یا چیزی که میماند، یعنی مابقی یه چیزی. مثلا میگیم کالان ایشلر، یعنی چی؟ یعنی کارهایی که ماندن. کالان کیشیلر، یعنی کسایی که در یک مکانی میمانند. خب این مثالا رو داشته باشید. حالا میایم سراغ فعلایی که آخرشون به حرف صدادار ختم میشه. مثلا ایسته، از فعل ایستمه که یعنی خواستن میاد. ایسته به اضافه پسوند ان که میاد، این دوتا حرف صدادار واسه اینکه کنار هم نیان گفتیم چیکار میکنیم؟ یه حرف میانجی یه داریم، میشه ایستهن، کسی که میخواهد. ایزلین، یعنی کسی که تماشا میکند. ایزله به اضافه یه به اضافه ان میشه ایزلین. سویله، سویلین، کسی که میگوید. آغلا، آغلایان، یعنی کسی که گریه میکند. کووالا، کووالایان، یعنی کسی که تعقیب میکند.
خب همونطور که میبینید اینجا صدای نازک ا رو داشتیم پسوند ان، اینجا صدای کلفت آ رو داشتیم با پسوند آن. اینم فعلمون هستش. خب اگر فعلمون به حرف ت ختم بشه که سه تا فعل داریم، اون فعل هم وقتی بهشون پسوند اضافه میشه تبدیل به د میشه حرف تمون. مثلا گیت میشه گیدن، یعنی کسی که میرود. ات میشه ادن، یعنی کسی که انجام میدهد. مثلا چی؟ تشکر ادن، یعنی کسی که داره تشکر میکنه. تات میشه تادان، یعنی کسی که داره مزه یه چیزی رو میچشه. خب اگر آخر فعلمون به حرف ا ختم بشه، دو تا فعل داریم که اینجوری هستش، تک هجایی هستن. اینها موقعی که پسوند بهشون میاد ا تبدیل به ای میشه. قبلا اینا نگفته بودم، الان میگم. یه میشه یان، یعنی کسی که میخورد. د میشه دیان، یعنی کسی که میگوید. خب حالا بریم واسه منفی کردن. اینجوری هستش که ما پسوند م و یا ما رو میاریم، ریشه فعل رو داریم، پسوند م و یا ما رو میاریم. بعد چون این پسوند به حرف صدادار ختم میشه یه رو داریم اینجا، و اگه م باشه پسوند ان، اگر ما باشه پسوند آن رو داریم. در واقع به عبارت دیگه میشه این ریشه فعل به اضافه میان و یا مایان، به این شکل در میاد. خلاصه بخوام بکنم میشه چی؟ کسی که آن فعل را انجام نمیدهد. حالا تو مثال ها بیشتر واسه تون جا میفته. مثلا همین تمام فعلایی که داشتیم رو منفیش کردم، همینایی که گفتم. اگر یادداشت کرده باشید کنارش میتونید منفیش هم بنویسید. گلمین، کسی که نمیاد. بیلمین، کسی که نمیدونه. گیتمین، کسی که نمیره. ایستمین، کسی که نمیخواد. ایزلمین، کسی که نگاه نمیکنه، تماشا نمیکنه مثلا یه فیلمی رو. یمین، کسی که نمیخوره. مثلا چی؟ اتیمین، کسی که گوشت نمیخوره. سیومین، کسی که دوست نداره، خوشش نمیاد. دمیان، کسی که نمیگه. سویله میان، بازم کسی که نمیگه. کلمه د و سویله جفتشون هم به معنای گفتنه، ولی خب جاهای مختلف ازشون استفاده میشه. مثل سی و تل در انگلیسی که جفتشون هم یه معنی میدن ولی در جای مختلف استفاده میشن. گرمیان یعنی کسی که نمیبینه. اتمیان یعنی کسی که انجام نمیده. اینا چیه؟ اینا واسه صداهای نازک واسه تون مثال زدم، حروف اینجه. پسوند میان میاد. حالا بریم سراغ مایان. تات مایان یعنی کسی که نمیچشه، نمیخوره. یا مایان، کسی که انجام نمیده. دوی مایان، کسی که نمیشنوه. اتور مایان، کسی که نمیشینه. کال مایان، کسی که نمیمونه. آلا مایان، کسی که گریه نمی کنه. کوالا مایان، کسی که تعقیب نمی کنه. تعقیب مثلا بدو بدو کردن منظورش اینه. منظور فالو کردن نیست. منظور دنبال کردن به شکل تعقیب و گریز هستش. حالا میخواییم اینا رو میتونیم جمع ببندیم. میدونید که اگر پسوندمون صدای اینجا داشته باشه، صدای نازک داشته باشه لر، اگه صدای کلوف داشته باشه میشه چی؟ لار. حالا واسه همینا یه چند تا مثال دارم که ببینید همین پسوند با این حالت جمع چقدر میتونه به دردتون بخوره. مثلا میگیم باکانلار و باکمایانلار، یعنی کسایی که نگاه میکنند و کسایی که نگاه نمیکنند. دویانلار و دویمایانلار، یعنی کسایی که میشنوند و کسایی که نمیشنوند. اتورانلار و
اتورمایان. میتونیم جمع بندیم، میتونیم نبندیم، چون آخرش یه دونه پسوند هم بعضی وقتا کافیه. یعنی کسانی که میشینن و کسانی که نمیشینن. بیلنلر و بیلمینلر، کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند. ایستینلر و ایستمینلر، یعنی کسایی که میخواهند و کسایی که نمیخواهند. خب تو این جمله همچی جمله درست کردم که مثال زده باشم. ببینید اینها رو. گیدنلر گیتسین، یعنی کسایی که میرن برن. کالانلر کالسن، اونایی که میمونن بمونن. ایستینلر آلابیلیر، کسایی که میخواهن میتونن بخرن و یا میتونن بردارن و یا میتونن بگیرن. آلماک گرفتن و خریدن و بردن معنی میده. اوکی. کنوشانلار سوستون، یعنی کسایی که حرف میزنن ساکت بشن. اویویانلار گچ کالر، اونایی که میخوابن دیر میمونن. گچ کالانلار گلمدیلر، کسایی که دیر ماندن نتوانستن بیان، نتوانستن بیایند. خب میبینید که چجوری توی جمله هر طوری که بخواید، تو هر زمانی که بخواید میتونید ازش استفاده بکنید. و اینجوری چون این مدل کلمه ها زیاد استفاده میشه، میتونید بهتر متوجه بشید وقتی یه نفر ترکی صحبت میکنه چیا میگه. خب حالا میریم سراغ یه چند جمله که حالت ضرب المثلی داره. مثلا میگن سون کسکانر. سون کسکانر یعنی کسی که دوست داره حسادت میکنه. اینو معمولا توی روابط عاشقانه میگن. من به این جمله اعتقاد ندارم، بدمم میاد. ولی خب زیاد میشنوید اینو. طرف به خاطر اینکه حد دیوانه بازی دلش بخواد بکنه میاد یه همچین جمله ای رو میگه و دیگران هم ازش دفاع میکنن. یه همچین فرهنگی دارن. سون کسکانر. Ağlamayan çocuğa mama vermezler. بچه‌ای که گریه نکنه، به بچه‌ای که گریه نکنه غذا نمیدن. این یعنی چی؟ یعنی که تا شما زر نزنی چیزی گیرت نمیاد. یعنی تا شما شکایت نکنی به خواستت توجه نمیشه. تا شما درخواست نکنی چیزی بهت داده نمیشه. این همچین فرمول مثلی. ارکن اتن هوروزون باشه کسیلیر، یعنی خروسی که زودتر از موعد صداش در بیاد سرش بریده میشه. این تحت لفظی شه. منظور اینه که کسی که عجله بکنه و یا زودتر یه حرکتی رو انجام بده یه بلای سرش میاد، یه همچین چیزی. گلن گیدنی آرتر، یعنی کسایی که میان، کسایی که رفتن رو به خاطر ما میآورن. این یعنی چی؟ این جمله رو مثلا کجا استفاده میکنن؟ مثلا فرض کنین شما یه همکاری داشتین یا مثلا یه همسایه ای داشتین. اون همسایه میره، حالا آدم خوبی بوده، آدم بدی بوده، میره از زندگی شما. یکی دیگه جاش میاد، خب یه کاری انجام میده که شما میگید کاش این نبود، همون قبلی خوب بود. خب اینه که مثلا یه همچین جمله ای میگن. یا و یا مثلا شما یه دوست دختر دوست پسر جدیدی دارید، این فرزن یه کاری میکنه که آدم میگه خب این کاش این قبلیه بود. میگن چی؟ به اصطلاح میگن کسی که حالا تازه اومده آدمو یاد قبلیه میندازه، کاری میکنه که آدم اون شخص قبلی رو دلش بخواد. یه همچین ضرب المثلی دارن، معمولا هم استفاده میکنن.
چون خیلی به گذشتهشون وابسته هستن اینو استفاده میکنن. خب کلمه‌ای که اینجا از این قاعده‌ای که صحبت کردم پیروی کردن چیه؟ سون هستش، آغلامایان هستش، اوتن هستش. اوتمک به فعلیه که واسه آواز خوندن پرنده ها استفاده میشه، یعنی مثلا صداش در میاد. گلن رو داریم، گیدن رو داریم اینجا. خب این هم از ضرب المثل هامون. دوستان امیدوارم که یاد گرفته باشید. هر مثالی که به ذهنتون میاد میتونید کامنت بنویسید ببینم درسته غلطه. کامنت بذاریم برام که ببینیم چیزایی که یاد گرفتین واقعا جواب داده یا نه. بعد هر جمله‌ای که دوست داشتید میتونید بسازید و بنویسید. اگر اشتباه بود من درستش میکنم. فقط یه چیزی، دوستانی که کامنت میذارن نصفشو فارسی نصفشو ترکی ننویسید، همش رو با حروف لاتین بنویسید که چون به صورت اتوماتیک گوگل چیکار میکنه، این متن رو چپ و راست میکنه، چه میدونم فارسی رو میاره چپ، انگلیسی رو میاره راست. یعنی یه خود چون از جهات مخالفین نوشته میشن، حروف عربی و با حروف لاتین رو قرقاتی میکنه، بعد اصلا متوجه نمیشم شما چی نوشتید. یعنی خودتونم اون کامنت رو بخونید نمیفهمید چی نوشتید. اینه که وقتی یه سوالی میپرسید که توش کلمات ترکی داره، لطفاً همه رو حتی حرفای فارسیتون رو با حروف لاتین بنویسید که من بدونم شما چی میگید. و اون کلمه که راجبش سوال دارید رو در داخل پارانتزی، کروشه‌ای، چه میدونم کوتیشن مارکی، چیزی بذارین دو طرفش رو علامت بذارید که من بدونم اون کلمه رو که دارید سوال میپرسید کدومه. خب دوستان موفق باشید. هر سوال دیگه کم راجع به ترکیه داشتید میتونید از من بپرسید. میتونه سوال مربوط به املاک باشه، مربوط به زندگی باشه. به هر حال اینجا سال هاست داریم زندگی میکنیم. خوشحال میشم بتونم کمکتون بکنم. یه صحبتی هم یعنی میشه توی کامنت ها، هیچ مشکلی هم نیست، من بهتون پاسخ میدم. خب موفق باشید. به امید دیدار در ویدیو بعدی.